دوستان. سلام گلایی تو خونه، امروز آوردمتون یک جا با یک غذای ورزشی، غذایی که پهلوانای ایرانی میخورن. پهلوانای اینجا رو ولش کن، پهلوانای ایرانی. امروز اومدیم به منزل پهلوان جواد محجوب، از بزرگان جودوی ایران. خوب هستی دوستا؟ مرسی وام جان، مرسی، خیلی خوش اومدی. شما خیلی ممنون، افتخار دادید در برنامه اموروهام و دوست، برنامه وزین اموروهام و دوستان شرکت کردید. جواد جون لطف میکنی خودتو برای گلای توی خونه معرفی کنی؟ خب من جواد محجوب هستم، متولد شهرستان چناران. کدوم استان؟ استان خراسان. بح بح بح. حدود 3 سالی هست اومدم، نزدیک 3 سالی هست اومدم کانادا، مونترال. خب دیگه شروع کردم. و توی ایران چی کار میکرد؟ توی ایران به چه کاری مشغول بودی؟ خب من توی ایران بودم، از سال 2008 جزو تیم ملی ایران شدم، از تیم ملی جوان جودو، تیم ملی جوانان شروع کردم، که از سال 2010 شدم عضو نفر اول سنگ، نفر اول 100 کیلو جودو ایران بزرگسالان، تا سال 2018 که آخرین مسابقه‌ام بود، تو واسه ایران مسابقه دادم که تو مسابقه جهانی ACL هم از دست دادم که استاپ شد. که 2019 دوباره اومدم استارت دادم جودو رو، که دوباره از اومدم تو کانادا شرکت کردم. به به، بسیاری. چند تا حالا چه مسابقه‌های جهانی شرکت کردی؟ مقام‌ها اوضاعش از چه قرار بوده؟ خب مدالایی که واسه ایران به دست آوردن تا الان، یک طلای آسیا جوانان، طلای مسترز جوانان جهان، طلای آسیا بزرگسالان، نقره بزرگسالان آسیا، 10 تا، 6 تا برنز گرند پری، 4 تا نقره گرند پری، 2 تا طلای اوپن اروپا، 2 تا برنز اوپن اروپا، 1 طلای گرند اسلم. خب 2 دورم المپیک واسه ایران شرکت کردم، که 1 دورش رو به اسرائیل خودم نذاشتن برم، و حالا دوره سومم که المپیک توکیو بود که واسه کانادا رفتم. آقا من درم این مدالا خیلی بزرگ. منم یه 20 سالی جدا کار کردم، ولی استاد اینا رو که گفت و بعد یواشکی الان از اون پشته دریم. عزیزم ایرام جهفتیه. شاکری، برای اینکه استاد رو بیشتر بشناسی، جواد محجوب عزیزو میریم یه چند تا از عکس ها و مدارک مربوط به استاد ببینیم، ببینیم داستان از چه قراره، بعد میایم برای مواد اولیه. برو بریم. خب عکس ها رو دیدید و با استاد بیشتر آشنا شدید، حالا میریم سر غذا. پهلوان چه غذایی برای ما در نظر گرفتی امروز؟ این چلو گوش مشدیه. این پهلوان افکنه، چجوریه داستانه؟ خوراک پهلوان هاست. مواد اولیه چیه؟ خب این یک غذای خیلی خاصی است که اکثر ایرانی ها دارن. پسران کریم تو شاندیز که میری تو قبل شاندیز میری چلو گوش مشدی جلوت میذارن، شاندیز و پسران کریم و آره. بعد شما 4 تا پیاز نیاز دارین. این چی الان؟ این رونه؟ این رونه گوسفند داداش. اونقدر تر و تمیزی، من خیال کردم رونه پری دریاییه. داستان و از کجا میفهمیم که این گوسفندش پسر بوده یا دختر بوده؟ معلومه میشه؟ اون ته پاشو چون بریده، من فکر کنم اگه دختر بود یه پاشنه بلند پاش بود، این قبلشو کنده دیگه، آدم درست نمیفهم. این داستان چی آقا؟ من دارم غیرتی میشم. این پیازات چرا سیبیل داره؟ این سیبیل رو گذاشته بغل رونه پری دریایی دیگه. خلاصه داستان پنبه و آتیشه. خب پس شد گوشت و پیاز و گوشت و پیاز و
4 تا حبه سیر داریم. آها. از این حبه دیگر رو 3 4 تاشو پوش می‌کنیم، اینا رو سالم می‌ذاریم، 3 4 تا از اینو پوش می‌کنیم می‌ذاریم داخل که طعمش شکاف ندیم و می‌ذاریم. آره می‌ذاریم داخل. بعد اینو 3 تیکش می‌کنیم می‌ذاریم تو قابلمه، 2 تا پیاز میره کف قابلمه، 2 تا پیاز هم روی گوشت میاد، اینا هم که کنارای گوشته. بعد ادویه‌اش اضافه می‌کنیم با کره می‌ذاریم. ادویه‌هاش یه دونه دونه. خب چیز هلو هل هستش، نمک هست، زردچوبه هستش، اونم فلفل و جوز هندی قاطیه و این هم چوبه دارچینه. کره چه خبره؟ خودش مگه روغن نمیندازه دیگه؟ خب روغنش شما استفاده نمیکنه، وقتی کلا گوش برمیاد میاد بیرون، بعد وقتی پخته شد گوشتو میذاریم توی ظرف جدا از روغنش. بعد این پیازا با یه سوال دیگه من بکنم وسط این، علاوه بر این روغن هم اضافه میکنیم؟ آره روغن دیگه هم کنار بعد اضافه کنیم. روغن یه لیوان مثلا، یه لیوان دو لیوان اضافه کنید. یکی دو لیوان، پس یکی دو لیوان روغنه، بعد این حدود نصف قالب بزرگ کره اونم، یعنی اینا با هم میپزه، بعد شما گوشت رو در میاری، اون روغن میتونه بعدا از حتی فریز تو یخچال استفاده بشه. آره میتونی بعدا استفاده کنی که سوخت موشکه. بعدم زعفرون هم که میره به جونش و چقدر میپزه حدودا؟ این اول بعد بذارین یک به جوش بیاد، اول رو حرارت بالا بعد باشه بودن 10 دقیقه یه ربعی، وقتی به جوش اومد بعد بذارین رو شعله خیلی کم بودن 2 ساعت 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت بعد پخته بشه. آروم یه دوست بفهمه دشمن نفهمه. خب پس بریم ببینیم که استاد چه میکنه، ببینیم چه خبره این ور بازار. بریم. برو بریم. بریم. خب رسیدیم به قسمت چیدمان ماجرا. استاد میخوان اینا رو بچینن، گوشتار هم که خورد کردن و سیدا داد. خب استاد چجوریه این چیدمان؟ پیازا رو قشنگ کوس کردی رو؟ پیازا رو خلالی این پوستا رو چیکار کردی؟ میدونی که این پوستا توی صنعت حیوانات استفاده میشه. خاله سوسکه اگه یادتون باشه لباساش از پوست پیاز بود، گفتن خاله سوسکه ناز نازی رخت و لباس پوست پیازی، دوستان دور نندازن اینا رو، ممکنه به درد خاله سوسکه ها بخوره. خب چی میشه الان؟ اینا رو پیاز خلالا رو میشینیم کف قابلمه. آره کامل کف قابلمه میروزی. حساب کن دو تا پیاز رو میذاری کف کامل. دو تا میره دو واحد میخوابه آره کف ماجرا. بعد نون گوشت رو میذاریم کف باز دوباره. خب میذاریم اینجا دوباره بذاری میکنیم. آره این حبای سیر هم میذاریم کنار گوشهاش. خب اینا میذاریم گل سیر سه تا میذاریم داخلش. حبا رو چیکار میکنیم؟ حبا رو میذاری داخلش؟ میذاری کنار قابلمه. توش میذاری مثلا یه دونه میزنی چی؟ اینا هم توی قابلمه باز دوباره می‌ریزی. واه بابا چه داستانی شد. آره امیدواریم که میخوام خب بعد ادویه رو می‌ریزیم رو چیز سه تا سه چهار چهار تا سیر پوست کندم که دوباره می‌ذاریم که باز تمیز باشه. آره واه این از این خب اینم ببخشید کررم که می‌ذاریم قشنگ روش. اوه قشنگ چربه ها چرب و چی. ادویه ها چی میشه ماجراش؟ میاد رو ادویه هم که فل داریم. پیازشو الان نمیزنیم. خب این فلفل سیاه و جوز هندی بود. این میزیم توش اصل مزده است و سمیه. هل آها چوب دارچین میذاریم. به به اینم بخالی کنم کنم. به به زردچوب هم که زردچوب هم میریزیم. اینا رو باید بریزی بدن نگنی پهلوان حنا گذاشته رو انگشته است فکر نکنه حنا های. خب نمک رو آخر سر میزنی؟ نمک رو آره یک قول که زد چون گوش دیرپز میشه. آره دیرپز میشه. یک قول که زد به جوش اومدش چیز میریزیم. پس میریم که این الان بره رو گاز. آره یکم آبم آب رو بریم. آه یکم آب میریزم. آبم میریزم توش. آره روغن. آها اون آره بیا. روغن هم هست این روغن خدمت شما. اون آبم اگه یکم بریم بدی. اینم که زعفرونشه. آره
میخوام این روغن زیاد میبره، ولی کم که روغنشو بعدن استفاده نمیکنی. این روغنشو بعدن میتونید تو اسموتی هم استفاده کنید. دو تا دونه پاچه های پخته میذارید توی این ظرف های همزن، یا کم از این اسموتی میکنید و میخورید و فاتح. دیگه خب اینو اکثر تو رستوران ها درست میکنن. خب اینا رو تو رستوران درست میکنن، مثل اکبر جوجه که تو روغن و کره میپزه، این در واقع اون فرموله. بعد ولی در کل مثلا تو رستوران که وقتی میبینن دیگه بزرگ میذارن، کل جون و گوشت میذارن توش با کل روغن، بعد گوشت تو روغن ساخته میشه داخل روغن و کره. به آره این خب. از این آب زعفرون هم میاد روی ماجرا. وی زعفرون رو بزنیم که داستانیه، لبخند رو لباتون گرفته. به 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 آکی دست. اینم بخورید میخندید ها، این زعفرون میگن آدمو شاد میکنه. خب یکم آبم بعد بهش اضافه کنیم. پس میذاریم روی گاز یکم آبو آب زیرش رو روشن میکنیم. بیاریم ببینیم روی گاز چه قولی میزنه این داستان. برو بریم. خب گلایی تو خونه آوردیمتون در این قسمت به باشگاه جول رسلینگ آکادمی، که در واقع معنیش میشه آکادمی کشتی جواهر. ببین چه سیستمی هم داره. الان استاد محجوب اینجا هستن و دوستایی که میخوان وزن کم کنن یا عضله بیارن یا تمرینات ورزشی این چنینی داشته باشن میتونن تشریف بیارن. من دیدم که یه موضوعی هم دست استاد بود. استاد این لباس چیه داستانش؟ تکنولوژی های جدیده. آره این تکنولوژی ما اسم برندش مال آلمانه. اسم ورزشش EMS هستش که با الکترونیک یا لایک پال مثلا با پالس به بدن چیز برق وصل میشه، مثلا برقی نیست، پالس نرمی که باعث میشه اون بافت سخت چربی که خیلی از بدن ها چربی های مثلا قهوه‌ای شده بدنشون اون به سادگی شکسته بشه و بتونم کمک میکنه واسه وزن کم کردن. و این همزمان تمام پشت بازو جلو بازو تمام چیز داره، سینه پشت ران باسن شکم همه رو کلان تمرین میده، فیلای پشت همزمان همه جا تمرین میکنه. یعنی 20 دقیقه تمرین با این برابر با 2 ساعت تمرین کردن هستش. که واسه خیلی کسایی که تایم ندارن یا خیلی سختشونه مثلا بخوان تمرین کنن یا حرکتی بزنن که بتونن متابولیسم بدن رو برن بالا، به وسیله این ورزش میتونن متابولیسم رو برن بالا و خیلی راحت وزن کم کنن. همچنین واسه خانومایی که سلولیت پوستی دارن اونم میتونن خیلی خیلی, خیلی 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 واسهشون ناراحت کننده شون، مثلا خیلی راحت نیستن با اون سلولیت پوستی، خیلی هم تلاش میکنن واسه از بین بردن اون. این ورزش باعث میشه اون سلولیت پوستی در عرض 2 ماه یا 3 ماه کلا از بین بره. بسیار عالی. خانومای گلایی توی خونه هم حواسشون باشه به این قضیه. پس دوستان میتونن از این موارد استفاده کنن، به آیپد هم وصل میشه و خیلی خارجی. دیگه اینجا چه کارهایی میکنید برای خب اینجا ما بوکس هم یاد میدیم، جدو نهرشونه کردیم، کشتی هم یاد میدیم، رشته های مثلا کیک باکسینگ هم یاد میدیم. شروع نکردی؟ شروع کنم. خب اینجا جایی هستش که واسه کسایی که بخوان مثلا وزنه بزنن، ما میتونیم با تجربه 15 ساله که تو ورزش حرفه‌ای دارم، با 3 تا المپیک رفتن، حالا تجربه که به دست آوردم، میتونم حالا به هموطنامون یا تمام عزیزانی که برنامه نگاه میکنم بزن کمکشون کنم که بون تناسب اندامی که مد نظرشون هستش برسونم بهشون. البته راهش آسون نیست، سخت. بسیار عالی، بسیار عالی. دست شما هم درد نکنه. ما میگیم که یه جیم قشنگ نشون بدن که ببینید چه داستانهایی داره. بچه ها حتما بیان اینجا استفاده کنید. اما روحام هم میخواد بیاد اینجا میبینیمتون. فیلم رو ببینید بعد میریم برای مسابقه حرفه‌ای این هفته که خیلی هم خاصه. برو بریم. خب نوبتی هم باشه، نوبت مسابقه هفته است. آقای جواد محجوب شما 30 ثانیه مهلت داری که 3 تا دست شکستن یا خفه کردن شونه یا کانسس جدو رو به ما با ذکر نام نشون بدی. حاضری؟ بریم. ایشون که بالا سر من بایستاده داعش نیست، ایشون جواد محجوب قهرمان جدو ایرانه. آقا برو بریم، شروع شد. اوکی. این چیه؟
Second one. Okay, همینجا بشی. Okay. این بیاد. What's that? چی بود؟ این هم که هم. آقا بسیار عالی. اسم این چی بود؟ جوجیگاتامه. درست گفتن و گل گفتن. گل گفتی آی گل گفتی قصه یه گل گل گفتی جواب عالی دادی خونچه بودی شکفتی خونچه بودی شکفتی. خب نوبتی هم باشه، نوبت تست ماجراست. عمروهام هم که فوق العاده حساس روی این قضیه، برم ببینم چه کرده این بازیکن. استاد چه کنی ماجرا رو؟ برو جلو داداش. بریم جلو با فلاشر ببینیم استاد چه کرده. به قول شاعر که میفرماید چلو گوشت ناو با مرغوب، شفکی جواد محجوب، سیر و نمک و زردچوبه، بمال به گوش که خوبه، فلفل و روغن و کره، جز هندی یادت نره، چوب دارچین و زعفرون، این هلوه یا مغزرون، گوش توی سس شناور، آخ چه سمیه دل آور. به به به، ممنون از هنرنمایی استاد. بریم ببینیم واقعا چه کرده این بازیکن. آخ آخ آخ، سرشو ببرم. آخ 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 آخ، این از اینجا. حالا میخوام گوشتو به روش حرفه‌ای. اوه 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 اوه، بافتو ببین، بافتو ببین، بعد مصب رولته. آخ 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 آخ، چه داستانیو، چه نرم و چه بوی. و آقا ما رفتیم با اجازه. میشه جونه بویی. به به، بسیار عالی، کاملا پخته. من ادامه بدم، امیدوارم خوب بشه. طعم زعفرون کامل مشهوده، این عطر هلو، چوب دارچین کاملا مشخصه، بسیار خوشمزه. طعم سیر، این گلای سیری هم که توش بوده به خوردش رفته و نرم. و اول با حرارت بالا پخت. آره. بعد با حرارت کم، 300 رو حرارت کم، 300 حرارت کم، اون کره و روغن و اینها هم قشنگ آب خودش رو کشید و مثل اکبر جوجه چطوری میپزه، این یه همچین حالتی میپزه این گوشت. بسیار خوشمزه. این چلو گوشت مشهدی. بله درسته. به به، استاد با بچه‌های توی خونه پنگی اندرزی نکته ای؟ البته اهانت نشه به آشپزای محترم مشهدی که اون چلو گوشت مشهدی و پسران کریم ارم و شاندیز اینا، اونا دیگه هیچ دیگه. حالا ما هم یک ادای اونا رو در آوردیم. شما از بزرگان، اینا لقمه های پهلوانی ها، اینا رو بخورید اینجوری پهلوان میشه. آره. دست شما درد نکنه استاد. خیلی ممنون، خیلی ممنون از اون ضربه فنی هایی که هم روها میکردید. کنار این یه ورزش سنگین هم بد داشته باشه. آره، یه ورزشی قشنگ به سوزونه بره. یکی از اون سالادا فرداش یه دونه سالاد ورزشکاری هم ببره. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. پس تو هم روها و دوستانی بعد و هفته دیگه مواظب به قشنگیاتون باشید. به افتخار پهلوان محجوب از دور آی لوف یو تک تکتونو میبوسید. قربون شما. خداحافظ. خداحافظ.